به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام دوستای عزیز، نظر به تقاضای دوستا که در گروپ پرو اکشنتی یا تیم عمل مسلکی هستند، تقاضا کردند که بتانند اجناس و یا محصولاتی که در افغانستان هست، مثلا زعفران و صنایع دستی و خیلی از خدماتی که در افغانستان وجود داره، ای را بتونن در مقابل کوین معامله بکنن. بنابراین ما خواستم که یک آموزشی را آماده بسازم برای دوستایی که میخواین از این خدمات دلشکر استفاده بکنن. خب در شروع ما با استفاده از مرورگرها و یا از یکی از براوزرهایی که میشه شامل گوگل کروم، فایرفاکس، خب انواع مختلفی وجود داره که ما میتونیم از اونها چی کنیم، از یک از آنها چی کنیم استفاده بکنیم. خب من از گوگل کروم استفاده میکنم. خیلی راحت ما میشه که با این از این استفاده بکنیم. خب در نخست ما در شروع وارد دلشکر میشیم که ما میتونیم در یک قسمت نشته کنیم دلشکر.com و یا دلشکر.io. هر دو دومین درست چی میکنن؟ کار میکنن. خب وقتی که ما وارد دلشکر شده، ما میتونیم محصولات از تمام دنیای قسمت چی کنیم ببینیم که در دلشکر ما میتونیم تمام محصولات ما را به شکل کتگوری 4-5 بخش تقسیم شده که یک از محصولات است، خدمات است، خانه و موتر و بخش سفر و اینا را چه میکنن در بر میگیرن. خب اگر شما خواسته باشین از دلشکر خرید بکنین، میتونین راحت بالای محصولاتی که نمایش داده میشه بالای کلیک بکنین و از اون طریق خرید بکنین. البته هدف ما این است که برای شما آموزش بدم که چطور ما میتونیم از دلشکر خرید بکنیم. هدف ما این است که چطور یک مغازه ایجاد بکنیم که با استفاده از دلشکر محصولات خود را به فروش برسانیم. خب در نخست ما میایم برای قسمت لوگین کلیک میکنیم و وارد حساب خود میشیم. همو حسابی که ما در وان لایف داریم، با همو استفاده از همین حساب ما چی میکنیم؟ وارد اکاونت دلشکر خود میشیم. یعنی ضرور نیست که ما دوباره پرداخت داشته باشیم، دوباره ما پول پیمنت میکنیم. خب میمی قسمت یوزرنیم و پسورد خود درج میکنیم و کپچه کد هم وارد میکنیم. بعد از اینکه ما وارد حساب خود شدیم، در اینجا ما میتونیم با استفاده از دلشکر محصولات و یا خدماتی که در منطقه و یا به شکل آنلاین میخوایم ارائه بکنیم، از اینجا قسمت ما از دلشکر استفاده میکنیم. محصولات و یا خدماتی که در سراسر دنیا مردم از این دلشکر چکده استفاده کرده و فعلا ما میخوایم برای خود یک مغازه چکنیم ایجاد بکنیم. خب ما به خاطر اینکه بخوایم محصولات خود بانیم، از نیاز است که ما یک مغازه در نخست ایجاد بکنیم که امروز قصد داریم آموزش بدیم که چطور ما یک مغازه را برای خود راه اندازی بکنیم. میایم بالای سل کلیک میکنیم. اطلاعاتی که در حساب وان لایف ما هست اینجا با ما چی میکنن نشان میدن که چقدر وان کوین داریم، چی مقدار پول نقد داریم، چی تعداد مرچنت ما یا مغازه را ایجاد کردیم و چندین آدرس بوک ما میتونیم در اضافه کنیم. خب این بخش هاییست که بعدا در جریان آموزش شما یاد میگیرین که باز اگر سوال بود در گروپ میتونین سوالاتتون را مطرح بکنین. خب میایم قسمت کاتگوری را انتخاب میکنیم
و از این قسمت کاتگوری در شروع ما نیاز به یک مرچنت اکاونت و یک آدرس بوک داریم که در نخست ما میخوایم بالای مرچنت اکاونت کلیک بکنم و یک مغازه ایجاد بکنم که با استفاده از مغازه ما میتونیم خدمات و یا محصولات خود از این طریق به نمایش بانیم و کسایی که نیاز داشته باشن میتونن با وانکاین به شکل 50% و یا بیشتر از او و یا 100% با وانکاین چکنن معامله بکنن. خب میم بالای اد نیو یا اضافه کردن یک مغازه جدید. خب البته نیاز است که ما یک مقدار اطلاعات اینجا درج بکنیم تا بتانیم مغازه ما چه شود راه اندازه شود. خب ما میتونیم به زبانهای مختلف اینجا اطلاعات خود درج بکنیم، البته برای فعلا انگلیسی، چینایی، اسپانیایی، روسی، پرتغالی و جرمنی و بعضی از زبانهای دیگر هم هست، ولی چون زبان فارسی نیست ما قصد ندارم که بخش چی کنم براتون توضیح بدم. خب نام مغازتان یا فروشگاه و یا پانتون هر آن چیزی که شما اینجا خدمات و یا محصولاتی که دارین نامش میتونین اینجا درج بکنیم. مثلا ما قصد دارم نشته کنم عادل بازار و شما هم میتونین نام فروشگاه خود اینجا درج بکنید. در بخش دسکریپشن یا جزئیات مغازه‌تان که شما در این قسمت کدام اجناس به فروش میرسانین و یا چه خدمات را شما ارائه میکنین اینجا میتونین درج بکنید. مثلا در قسمت که ما خواستم مغازه خود ایجاد بکنم در اینجا ما smart device and electronic ما را انتخاب میکنم. خب در قسمت merchant time یا نویت فروشگاه ما میتونیم دو بخش در اینجا انتخاب بکنیم که یکی اگر اشخاصی که شرکتش و یا کمپانی که داره راجستر شده باشه میتونه که این بخش انتخاب بکنه و اگر میخواد که شخصی نو شروع بکنه میتونه از اندیویجوال یا شخصی چکنه استفاده بکنه. خب ما میم بالای مرچنت تایپ کلیک میکنیم و اندیویجوال یا شخصی را یا ما میخوایم به شکل شخصی برای خود فروشگاه ایجاد بکنیم و از طریق محصولات خود به فروش برسیم. ایمیل خود درج میکنیم، کشوری که در اونجا امی مرچند یا مغازه ما قرار داره ما میتونیم را انتخاب بکنیم. چون افغانستان در لیست نیست ما میتونیم یک از کشورهایی که دلخواه خود انتخاب بکنیم. ما اتریش انتخاب کردیم و شما میتونید که یک از کشورهای دیگر را انتخاب بکنین، ولی تشویش نکنین این انتخاب کشور در فروش محصولات شما هیچ تأثیری نداره. خب ولایت ما بلخ انتخاب میکنم و شهرش هم مزار شریف. ببخشین مزار شریف. خب آدرس دانم میتونین یک قسمت درج بکنین که مغازه شما در کدام قسمتی از افغانستان یا قسمتی از دنیا چه از موقعیت داره. خب من میام اینجا نشته میکنم مظفر مارکت
سکند فلور و میتونیم که آفیس نمبر خب یک شماره را شما اینجا درج میکنین که میتونه این شخص با مشتری ها در ارتباط باشه. من شماره خود درج میکنم به این شکل، و اگر شما یا مغازه شما وبسایت داشته باشه و یا اگر کار شما شخصی است میتونه وبسایت شخصی خود درج بکنه، و یا یکی اگر مربوط به کمپانی میشه میتونین وبسایت کمپانی رو شما چی بکنین اضافه بکنین. خب از شما اینجا پرسان کرده کمپانی که شما چی نوع معامله را میخواین در دلشکر رو اندازی بکنین. خب ما این به قسمت به شکل یک میمونم و دو قسمت یا دو تیک مارکی وجود داره که ما را حتما قبول بکنیم، که یه بخش اول از او مربوط به ترم آف کاندیشن یا قواعد و مقررات میشه که چطور ما بتانیم محصولات خود تحت کدام شرایط در دلشکر بانیم و از این شاب استفاده بکنیم، و بخش دومی از او پرایوسی است یا مو پالیسی هایی که مربوط یا پالیسی هایی که مربوط به دلشکر میشه شما را چی میکنین انتخاب میکنین. خب میم قسمت وقتی که ما بالای سیو چینج کلیک بکنم شاپ میم چی میشه ایجاد میشه. البته قبل از اینکه ما بالای یعنی سیو کلیک بکنم یک بار دیگر اطلاعات مرور میکنم، احیانا اگر مشکل داشته باشه ما چی میکنیم مشکل شه برطرف و بعد از چی بالای سیف کلیک میکنیم. خب ای بود آموزش ایجاد یک حساب در دلشکر و یا یک مغازه در دلشکر که ما بتانیم با استفاده از وان کوین محصولات و خدمات خود چی کنیم و فروش برسانیم. تشکر از اینکه ویدیو را تا آخر دیدین، منتظر ویدیوهای بعدی باشین که بخش های مختلفی از دلشکر انشالله و شما آموزش خواهد دادم. و سلام.